اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الآن ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبا القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا از قدیمی ترین واحدهایی که برای نامگذاری اجتماع در جامعه شناسی به کار می بردند نام قبیله بوده است. این نامگذاری ها اگرچه ابتداعاً به ذهن می رسد که امر تصادفی باشد اما حقیقت آن است که یک وجه تسمیه ای و یک علت و دلیلی دارد. قبیله از ماده قبله در قدیم الایام خانه هاشون رو به نحوی بنا می کردن که هر قبلهی هر خانه ای قبله خانه دیگری بود بر بلندی بنا می کردن برای رهایی از هم حیوانات درنده هم افراد شرور طائفه مردمی که گرداگرد و در طوف یک چشمه ای و قناتی جمع شوند به امر کشاورزی و دامداری اشتغال داشته باشند و تشکیل یک طائفه بدهند. ملت مردمی که به یک نژاد و اجداد واحدی ختم بشوند و ریشه آنها به یک ریشه و نژاد واحدی برسد. اما نامگذاری مردم دلداده به خدا و معاد که جعل و قرار از ناحیه حضرت حق است و کذالک جعلناکم امتن وسطا ما شما را قرار دادیم امت وسط نامگذاری مردمی دلداده به خدا و پیامبر و معتقد و کسانی که باور به معاد دارند و این مبانی و ارزش‌های دین و اون چه رسالت رسول و نبوت نبی و ولایت ولی آورده است دل داده اند تشکیل یک امت را می دهند. امت از ماده امه است ای قصده یعنی به مردمی که دارای قصدند مقصدند، هدفند
در درون امت سه عنصر اساسی وجود دارد. یک، مقصد داشتن، هدف داشتن. امت هدف دارد، مقصد دارد، بی هدف و مقصد نیست. دو، عنصر حرکت و پویایی است. امت هیچ زمان در حال توقف و ایستایی و در جا زدن نیست، همواره در حال پویایی است و شدن. چه میخواهد بشود؟ چه میخواهد بشود؟ اون چه امت میخواهد بشود و الالله المسیر، میخواهد سیرورت با ساد نه با سین، سیرورت با ساد، میخواهد خدایی بشود، ربانی بشود، گردیدن خدایی و اینکه انسان ربانی بشود. امت پویاست، در حال شدن است. ما نیامدیم در این عالم برای بودن، که هیچ کس در این عالم نمیماند. انک میتون و انهم میتون، پیامبر هم تو و همه خواهند رفت. اما اون چه هست، ما در این عالم آمده ایم برای شدن. چه بشویم؟ ربانی بشیم، خدایی بشیم. برای ربانی شدن انسان تمامی انبیا، ارسال رسل، انزال کتب برای این است که انسان ربانی بشود، سیرورت الالحق. برای چه اومدید زیارت علی ابن موسر رضا؟ برای این که جان و دل نورانیت بگیره، برای این که حیات طیبه در زندگی ما جلوه کند، برای این که زائر رنگ مزور بگیرد، زائر رنگ مزور بگیرد. ما میخواهیم رضوی بیندیشیم، رضوی عمل کنیم، انشاءالله با امام رضا محشور بشیم. ما آمدیم برای سیرورت و گردیدن، ربانی بشیم. این دومین عنصر در امت. سومین عنصر امت امام مقتداست. امت بی امام که نمیشه. اگر گفتیم امت امام داره، مقتدا و پیشوا دارد، یعنی امام و مقتدایی که از همه امکانات مادی و معنوی امت بهره میگیرد برای رسوندن امت به مقصد عالی که اون ربانی شدن انسان باشد. این سه عنصر، و کذالک جعلناکم امتا وسطا. حال چون شب جمعه است، کنار مزجع نورانی حضرت سامع الحجج علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و ثناء، شما اومدید برای این که نورانیت بگیرید از این مزجع نورانی. و قبل از دعای شریف کمیلم هست، اجازه بدید برای این سیرورت من اولین گام رو عرض بکنم. بحث من در ارتباط با امت میتونه ادامه داشته باشد، اما من اینجا میخواهم یک برش به بحث بزنم به دلیل مناسبت امشب، هم زمان هم مکان. اون برش آن است که میخواهم اولین گام را برای یک انسان سالک در حال سیرورت و گردیدن عرض بکنم. اولین گام برای یک انسان سالک الالله استغفار و توبه و نجوای با خداست. اولین جرقه ای که در ذهن یک انسان سالک زده می شود، آنچه از زشتی ها و پلشتی ها و کاستی ها داشت از اون برگردد، آنچه از معروف ها و بایسته ها ترک کرده بود به اون گرایش پیدا کند و یک انقلاب و تحول با اراده خود در خود ایجاد کند، یک انقلابی به نام توبه و تحولی با اراده خود
در خود ایجاد کند. شما خدمت حضرت رضا علیه السلام که میرید برای زیارت، زیارت که تمام شد، نماز زیارت، چه نماز یاسین الرحمن بخونید، چه نماز مختصرتر بخونید، بعد یه دعای بعد از زیارت داره. این دعای بعد از زیارت خیلی پرمحتواست. اصل این دعای بعد از زیارت امام رضا دعای استغفاره. یعنی بهترین مکانی است برای که انسان اینجا در محضر مقدس حجت خدا از او بخواهد که آبرو داره نزد خدا از قصورها، تقصیرها، کجیها و لغزشهای انسان بگذرد. لذا اون چه که به ما آموختن در باب استغفار یک سرمایه بزرگ. آیان محترم، بانوان گرامی، اون چه بر لسان امیر المؤمنین دعای خضریه، یعنی از گنجینه‌های سری که در اختیار حضرت خضر پیغمبر سلام الله علیه بوده، بر زبان امیر المؤمنین جاری شد، به کمیل ابن زیاد نخعی آموخت، امروز هم این گنجینه بزرگ در اختیار ماست به نام دعای کمیل. این گنجینه بزرگی است. به همین دلیل دعای کمیل رو نام دیگه شو میگن مناجات خضریه، یعنی این از اسرار و گنجینه های خضر پیغمبر است که بر زمان امیر المؤمنین به ما آموخته شده. اما اینجا یک نکته وجود داره. اون نکته آن است که این دعایی که امیر المؤمنین علیه السلام خوندند، آیا فقط برای آن است که به ما آموزش دهند به عنوان معلم دوم بشریت؟ چون معلم اول بشریت حضرت خاتم انبیاء محمد ابن عبدالله است. چرا؟ و انا اول المسلمین. به لحاظ زمانی پیامبر، به لحاظ زمانی بعد از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی است، اما به لحاظ رتبی انا اول المسلمین. اول ما خلق الله نوری، اولین مخلوق خدا نور من پیغمبر بود. لذا به لحاظ رتبی پیامبر اول ما خلق الله، معلم اول بشریت. وجود مقدس امیرالمؤمنین برای آموزش به ماست. این نکته مورد سوال بعضی از جوانها، مورد سوال بعضی از مردمه. راستی این استغفاری که امام و پیامبر دارند، این چه استغفاریه؟ مگر ما معتقد نیستیم امام و حجت خدا معصومه؟ اگر اسمت دارد، یعنی در کشور وجود او هرگز گناه و لغزش وجود ندارد. لغزش مال ما انسان هاست که اسمت نداریم، دچار لغزش میشیم، اما حجت خدا که اسمت داره، گناه نمی کنه. پس استغفار امام و استغفار نبی برای چیست؟ اینا بزرگان در علم کلام سخنها گفتند. من به صورت اختصار اشاره می کنم. اولین وجهی که برای استغفار نبی یا استغفار امام گفتند آن است که فرمودند آنان در جایگاه معلم و در جایگاه تعلیم به بشریت اینا رو یاد دادن که بشریت اینا رو بگه، یعنی با خدا این گونه مناجات بکنه، حرف بزنه. راستم هست، اگر ابو حمزه سومالی نبود و این دعای بسیار پر مضامین عالی، ما چگونه با خدا میخواستیم حرف بزنیم؟ اگر دعای کمیل نبود، ما چگونه میخواستیم با خدا حرف بزنیم؟ اگر دعای یستشیر نبود، این گنجینه و ذخیره بزرگ الهی که به دست ماست، ما چگونه میخواست با خدا مناجات کنیم؟ بله، اولین وجه اون آن است که در جایگاه معلم بشریت به ما آموختند این گونه با خدا عباد الرحمن سخن بگویند، چون خود معصومند. یک نکته دومی که بزرگان در علم کلام اشاره کردند در همین باب آن است که وجود مقدس معصومین علیهم السلام
به عنوان یک جایگاهی که در امامت امت دارند وجود جمع الجمعی است. یعنی چه؟ یعنی گاهی یک فرد یک توسعه وجودی دارد، از طرف یک خانواده حرف میزنه، میگه من، اما منظورش خانوادمه، میگه من، یعنی من شهر دستمه، کت خدای یک دهم، رئیس یک محله و منطقم، مسئول یک کشورم، گویا درسته از یک لحاظ شخصیت حقیقی داره یعنی خودش، اما به یک لحاظ یک شخصیت حقوقی توسعه یافته داره یعنی به بزرگی ملت. ابراهیم را قرآن یک امت میخواند، امام بزرگوار ما بهشتی را یک ملت خوندند. گاهی دایره وجودی و وسعت شخص به نحوی است که دیگر شخصیت حقیقی او تحت شعاع شخصیت حقوقی اوست و امام یک وجود جمع الجمعی دارد. اگر استغفار می کند، نجوای با خدا دارد، خدایا گناهان رو بیامرز، یعنی گناه امت رو بیامرز، یعنی گناهکاران و لغزشکاران امت را مورد عفو و رحمت قرار بده. خدایا مثل پیامبر اکرم آخرین لحظات عمر پیامبر، ملک مقرب پروردگار عرض کرد یا رسول الله حرفی هم داری با خدا؟ فرمودند من یک سخن دارم، امت من چه خواهد شد؟ خطاب رسید امت تو رو من خودم. پروردگار متعال فرمودند که به پیامبر من، پیامبر من، امت تو حسابشون با خودم. پیغمبر اکرم فرمودند که من میخوام حساب امت با من باشه، آبروی امت هم نزد تو نره پروردگارا. خطاب رسید پیغمبرم حساب امت تو با خودم، من ارحم الراحمینم، من از همه مهربانترم به مردم، اما اینقدر از امتت میبخشم، اینقدر میبخشم، اینقدر میبخشم که تو پیغمبر راضی بشی. چه خدای مهربانی دارید. آی کسایی که امشب میخواین در خونه خدا زار بزنید، ارحم الراحمین، پدر مهربانه، ولی پدر فقط مهربانه اما قادر که نیست، حاکم که نیست، عالم که نیست، فقط مهربانه، اما او ارحم الراحمینه. هیچ موجودی در این عالم رحیم تر به انسان از ذات مقدس پروردگار متعال نیست. میگه من 40 پرده قرار دادم که آبروی بنده ام نزد دیگران نره. اگر پرده دری کرد، پرده اول رو شکاف، پرده دوم، پرده سوم، باز میخواد آبروش میره، میگم ملائکه من یه پرده بگذارید که این مؤمن، این بنده من آبروش پلو دیگران نره. اینقدر خدا مهربانه، تمام زمینه ها رو ایجاد کرده برای بخشش ما، برای آمرزش ما. مبادا کسی امشب ناامید باشه، بدترین گناه سوء ظن به خداست. باید با حسن ظن به خدا، آب که از سر گذشت چه یک وجب چه ده وجب، نه، باید گفت ماهی رو هر وقت آب بگیری تازه است. نگید سن سال ما اینه، ما چطور، ما فلان کار، نه، رحمت الله الواسعه، رحمت خدا وسیع برای بندگان. اینجا جایگاه توبه و استغفار و انابه و مناجات و بخشش است در خانه خدا. امام رضا علیه السلام مظهر یا سریع الرضا است. جای خوبی اومدید، آدرس رو درست اومدید، آدرس درسته، فقط باید توجه پیدا بشه. بعد فرمودن که در جایگاه استغفار برای امت، امام امیرالمؤمنین، امام سجاد میخواد بندگان بخشیده بشن. وقتی میفرماید خدایا ببخش، یعنی کسانی که گناهکارند از امت ما. این دو نکته. نکته دیگر آن است که مگر گناه و معصیت فقط موجب استغفاره؟ اینو عنایت کنید. نه، خدا مستغفرین رو دوست دارد. ان الله یحب التوابین،
ان الله يحب المستغفرين. خدا اصلا دوست دارد بنده نیمه شبی از بستر بلند شود، وضو بسازد، اشک از دیدگان او بر گونه اش بغلطد، یک یا ربی یا اللهی از سودای دل بگوید. خدا ای رو دوست داره، خصوصا اگه کس جوان باشه خیلی خدا دوست داره. خدا دو قطره رو خیلی دوست داره، یکی قطره خون شهیدی که از بدن او بر زمین جاری می شود، یکی قطره ای که از خوف خدا بر گونه انسان می غلطد. خدا اینو دوست داره. وقتی حجت خدا می دونه که خدا چی رو دوست داره، او از دیگران در اون چه که خدا دوست داره بر دیگران سبقت می گیرد. بحث گناه نیست. من سوره مبارکه نصر رو براتون بخونم، اصلا بحث گناه نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه كان توابا. پیامبر ما زمانی که مردم فوج فوج در دین خدا وارد شدند و نصرت الهی آمد، فسبح بحمد ربک واستغفره. پیغمبر حمد کن، تسبیح کن و استغفار کن. اصلا بحث گناه نیست. یعنی خدا با آدم یه چیزی هم میده استغفار، چیزی میگیره استغفار، قبل از نماز استغفار، در نماز استغفار، بعد از نماز استغفار، در واجد شدن و فاقد شدن استغفار. در همه حال انسان باید روحیه یک آدم مستغفر در محضر مقدس پروردگار متعال داشته باشه. خدا دوست دارد، لذا وجود مقدس امیرالمؤمنین دعای کومن رو حقیقتا زار میزنه در خانه خدا، چون خدا مناجات رو دوست داره. علی هم نجوای با حضرت حق رو دوست میدارد. الهی ولا تفزحنی به خفی مطلعت علیه من سری ولا تعاجلنی. خدایا بالعقوبت علا ما عملتو فی خلواتی من سوء فعلی و اساعتی و دوام تفریتی و جهالتی و کثرت شهواتی و قفلتی. وجود مقدس ابی عبدالله می فرماید عباس جان، روز تاسوعا که به نام ابوالفضل رقم خورده، برای چی رقم خورده؟ در فرهنگ تشیع تاسوعا به نام ابوالفضل رقم خورده. چرا؟ بعضی ها فکر میکنن چون لابد تاسوعا ابوالفضل شهید شد. نه، دو تا اتفاق تو تاسوعا افتاد، به خاطر اون دو تا اتفاق نام ابوالفضل بر زبان ها آمده. یکی این اتفاقه، تا گفتن آقا محاصره شدیم ما، حضرت فرمود عین العباس، عباس کجاست؟ وقتی ابوالفضل اومد امام حسین فرمودن عباس جان ارکب به نفسی انت، این مدال به نفسی انت امام حسین برای ابوالفضل کافیه برای یک عمر، مدال بزرگیه. به نفسی انت، جان حسین قربانت. عباس جان برو سوار شو. اینا چی بگم آقا؟ برو به اینا بگو امشب مهلت بدن که چه بکند حسین. انی احب الصلاه والاستغفار و تلاوت القرآن. حسین میخواد یک شب با خدام نجوا داشته باشه، میخواد استغفار کنه. چرا؟ چون حسین میداند خدا مستغفرین و توابین و تلاوت کنندگان قرآن رو دوست میدارد. امام سجاد تو ابو حمزه فریاد میزنه خدایا ابکی لذیق لحدی. این گریه های امام سجاد توی ابو حمزه سمالی مالی چیه؟ ما نمیدونیم حقیقت توحید چیه. اگر ما هم حقیقت توحید رو میدونستیم، نمازمون نماز بود، وضومون وضو بود. این که رعشه بر اندام امام سجاد میافتاد وقتی میخواست وضو بگیره نه نماز بخونه. این که امیرالمؤمنین رو وقتی که میخواد در حال نمازه میگن از پاش باید اون رو کشید، برای این که امیرالمؤمنین اون حالت توجه به خدا رو در حال نماز داره. ما هم اگر بدونیم حقیقت نماز چیست، اگر بدونیم حقیقت توحید چیست، اگر بدونیم حقیقت زیارت چیست، اگر بدانیم حقیقت این ارتباط بین ظاهر و مظهور چیست، ما هم وضعمون متفاوته.
امیر المؤمنین میدونه وقتی با خدا نجوا میکنه یعنی چه. لذا نقطه سوم آن است، اصلا کی گفته استغفار مال گناهه؟ من اینو عرض میکنم، اولیاء خدا در استغفار از دیگران پیشی میگیرن، یعنی میخواهن که در این قضیه اونها هم در جایگاه بلندی باشن. حالا فرق بین استغفار ما و استغفار امیرالمومنین و پیغمبر چیه؟ ما گناه میکنیم، استغفار از گناهمونه، ولی پیغمبر استغفارش گناه که نمیکنه، از چیه؟ تو تشهد نماز میخونید، توجه دارید یا نه؟ و تقبل شفاعته و ارفع درجته. خدایا مقام پیامبر عالی است، متعالی کن. یعنی چه؟ یعنی چون خدا بی نهایته، ابی عبدالله مقامش کجاست؟ ما نمیدونیم کجاست، اما میدونیم فرمود ابوالفضل ما مقامی دارد که شهدا به حال ابوالفضل قبطه میخورن، شهدای کربلا هم به جایگاه ابوالفضل قبطه میخورن. بله؟ اما همین ابی عبدالله رو هم شما میگید ورفع درجته. خدایا مقام ابی عبدالله رو رفعت ببخش. پس استغفار امام و استغفار نبی رفعت درجه است و رفعت مقام استغفار ما استغفار از گناه و معصیتمون هست. فرق بین استغفار امام رضا، استغفار امام حسین، استغفار صدیقه طاهره با ما اینه، چون ما معصیت کاریم از خدا میخوایم گناهمونو ببخشه، ولی اونها استغفارشون مال درجه بالا رفتنه و درجه گرفتن، رفعت گرفتن و اوج گرفتن بیشتره. حالا میخوایم استغفار کنیم، بگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، کافیه، خیلی خوبه. اما استغفار فقط جمله و واژه نیست بر زبان، یک حالته، یک تحول درونیه. او تحول درونی دو تا رکن داره، مثل دو تا پایه ها. این پایه ها رو رها بکنید سقف فرود میاد. رکنه، اولین رکن استغفار الندم علی ما مضا، اون چه انسان از کجی و لغزش دوچار شده نسبت بهش نادم باشه، پشیمون باشه. مثل کی؟ یه سرمایه رفته کسی در یک راهی گذاشته که بره کسب منفعت کنه، میبینه رفقا رفتن این کالا رو آوردن با یه قیمت کمتری دارن ارائه میکنن، این باید به رأس المالی بده یا به کمتر، میگه ای وای بیچاره شدم. اینو میگن نادم، یعنی آدمی که احساس کنه سرمایهش رفته نادم باشه. این پس رکن اول ندامت. رکن دوم العزم علی الترک، تصمیم داشته باشه که دیگه سراغ نکبت، کجی، لغزش و گناه نرود. اگه تصمیم نداشته باشه فایده نداره. امام صادق فرمودن از بعضی از استغفارامون هم دوباره باید استغفار کنیم. استغفار میکنیم از استغفارامون، چون استغفارامون حالت استغفار درمون نبوده است. این رکن دوم تصمیم بر ترک داشته باشه. اینو فرمودن دو تا رکن، دو تا شرط قبولم دارد. اون آن است که اگر حق الله از انسان ضایع شده، حق الله رو بره ترمیم کنه. حق الله نماز قضا، روزه قضا. آقا میگذاریم انشالله بعد از خودمون برامون میخونن، پول میدیم، اجیر میگیریم. آیای محترم، نماز اول وقت با نماز آخر وقت، با نماز قضا، با نمازی که اجیر بعد از فوت انسان بخونه، همه میگن ذمه انسان بری میشه. اما چهار تا نمازه، یه نمازه، چهار تا نمازه. نماز اول وقت کجا؟ نماز آخر وقت کجا؟ نماز قضا کجا؟ نمازی که بعد از فوت انسان اجیر برای انسان پول میگیره میخونه کجا؟ این چهار تا نمازه. لذا فرمود یک حق الناس، دو حق الله. حق الله روشنه، باید اون چه از انسان ضایع شده انجام بده. حق الناس حتی در روایت داره نسبت به شهید در راه خدا که اینقدر جایگاه داره که اولین قطره خون از بدن او میاد، منادی بین زمین و آسمان ندا میده که تمام گناهان تو بخشیده شد، نسبت به حق الناس نگهش میداره. در این توحید
مفضل یک داستانی از معاذ نقل میشه، داستان عجیبی است. در تمام غزوات و جنگ ها همراه پیغمبره. در یکی از جنگ ها مجروح میشه، 80 روز طول میکشه تا جراحتش به شهادتش منجر میشه، شهید میشه. خود پیغمبر در تشییع جنازه شرکت میکنن. وقتی به خاک میسپرنش پیغمبر میفرماید 8000 ملائکه همراه من تشییع جنازه کردن. مادر خیلی خوشحال میشه، یه وقت از سودای دل فریاد میزنه طوبی لکم یا معاذ، بارکلا به تو بچه ای که در رکاب پیغمبر جانباز شدی، بعد شهید شدی، پیغمبر تو تشییع جنازت اومد، 8000 ملائکه هم بودن، دیگه از این بچه بهترم میشه؟ پیغمبر فرمودن بچت همین الان که به خاک سپرده شد مشکل داره. بچه من آقا؟ بله. چرا؟ فرمودن بچه تو خیلی بچه خوب بود، اما تو خونه رفتارش با زن و بچهش خوب نبود. حق زن و بچهش برش هست، حق الناس به گردنش هست، همین الان مشکل داره. زن و بچهش گریه کنان اومدن خدمت پیغمبر، گفتن آقا ما بخشیدمش، شما هم دعا کنید عذاب برداشته بشه. حضرت فرمودن شما بخشیدید؟ نه، وضعش درست شد. حق الناس نسبت به حتی مجاهد فی سبیل الله قابل بخشش نیست. خدایا ما رو با حق الناس ممیران. خدایا به حق خودت و به حق اولیاءت قسمت میدیم استغفار ما را استغفار حقیقی و واقعی و توبه ما را توبه نصوح مقرر فرما. این اولین سلوک برای یک عبد و بنده خداست. بعدم دوتا شرط کمالم تو روایت امیرالمؤمنین هم هست، او این که اون گوشت هایی که بر بدن از گناه رویده است آب بشه، اون حالت لذت های نادرست تبدیل بشه به لذت و مناجات برای حضرت حق. و این رو من عرض بکنم، گناه، شما چند ساعت اینجا میشینید؟ اکی اومدید وارد حرم شدید، تا کی قراره بشینید؟ وقتی میرید از حرم بیرون مثل گل شکفته میشید، احساس خستگی نمی کنید؟ با 24 ساعت اینجا تو حرم بودید. چرا؟ فرق بین گناه و ثواب اینه که گناه لذت موقت دارد، نکبت ماندگار. ثواب زحمت موقت دارد و لذت ماندگار. فرقش اینه، این لذت تا تبدیل نشه به گناه در وجود انسان میمونه. اونی که امام بزرگوار ما در این وصیت نامه شون، در سلوک فردیشون، چون امام به عنوان یک مقتدایی که همه رفتارش برای ما الگویه، یکی از جهات شخصی امام اون ارتباط و نجوای با خداست. شما در اوج کارهای رهبری امام میبینید اون نجوای با خدا. من سوال کردم از بعضی از نزدیکان به امام، گفتن امام نسبت به همین دعای کمیل، نسبت به دعای نطبه، دعای سواد، همین ادعیه مقید بودن، نسبت به قرائت قرآن روزانه مقید بودن، نسبت به نوافل مقید بودن، نسبت به زیارت عاشورا مقید بودن. یه خانومی ازش سوال میشه، خانوم شما چرا حجابتون رو خوب رعایت نمی‌کنید؟ میگه مگه نمی‌دونی من کلاس عرفانی میرم؟ دیگه میگن شما واصل شدی، حجاب و اینا دیگه در کار خیلی مقیدش نباش. آقا پسر شما قبلا نماز اول وقت مقید بودی؟ میگه نه، من کلاس عرفانی رفتم. آقای عزیز، خانوم گرامی، عرفان بی نماز و خانم محترم بی حجاب سراب است، عرفان نیست، سرابه. هر کی به هر جا رسیده از در تقوای خدا، از در همین نماز، انجام واجبات و ترک محرمات رسیده. شما یه ذکری میگید، یاد میگیرید، میگید آیت الله العظمى آقای بهجت این ذکر رو میگفتن، بسیار خوب بگید، اما توقع نداشته باشید یک باره این ذکر میگید تمام درها روتون گشوده بشه، از آسمون یه پولی زمین بباره. نه، اینطور نیست. سلوک الالله یک مسیری است که گامهایی دارد. اولین گام برای انسان سالک الالله تقوای خداست، پروای از خدا داشتنه. هر کی به هر جا رسیده، امام امام شده، رهبری معظم انقلاب به این جایگاه رسیده، شهدای عظیم الشأن ما به اون جایگاه رسیدن، هر کدومو تو زندگیشون نگاه کنی، از پدر و مادرشون سوال کنی، تو وصیت‌نامه هاشون ببینی، میگن ما از پروای از خدا، رعایت واجبات، ترک محرمات و این راه بوده. کسی غیر از این راه بره به جایی نمیرسه.
راه همینه، راه که بزرگان رفتن همینه. و انسان به جایگاه‌هایی میرسه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای آستلی، آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه، در حالات ایشون نقل میشه فرمودن اگر کسی اول نماز اول وقت خون و به اونجا که باید برسد نرسید، من رو مورد سرزنش قرار بده، بگه آقای قاضی دروغ گفته، نعوذ بالله. من یقین میدانم به همین یه لغ یه قلم رو افراد مقید باشن، نماز اول وقت همه مقید به این جهاتن. آیان محترم، این انقلاب اسلامی که در 22 بهمن 57 پیروز شد ثمره چه کارهایی بود؟ میگید اولینش نقش امام بود و مقتدا، بعد نقش ایمان مردم بود، وحدت و انسجام مردم بود، درسته؟ حالا از امام میگم براتون. امام همینطوری انقلاب رو رهبری کردن. آقای محترم، خانم گرامی، 15 سال امام هر روز، واجه هر روز من تو ذهنتون باشه، هر روز کنار قبر امیرالمؤمنین، هر روز اول میرفتن زیارت جامعه کبیره رو میخوندن، بعد میرفتن درس و بحثشون آغاز میکردن. 15 سال هر روز، یعنی رفتن از علی مدد گرفتند برای پیروزی این انقلاب. این زیارت جامعه های امام کار کرد، این ارتباط با ذوات مقدسات گره گشایی کرد. خودشون هم تو وصیت نامه‌شون دارن، آی مردم و عالم بدونید من افتخارم آن است که مولایم علی است، مقتدایم حسین ابن علی ابن ابی طالب، من در ساموخته این مکتب و این جایگاه و اهل بیت عصمت و طهارتم، یک به یک اهل بیت عصمت و طهارت رو نام میبرند و راه نجات ما هم همین خواهد بود. یعنی بدانیم اون چه برای ماست به عنوان بازماندگان شهیدان 22 بهمن و شهدایی که در این 35 ساله تقدیم انقلاب و نظام شده، که گاهی شهیدی را از سامرا، شهیدی را از قنیتره و شهیدی را از عراق و شهیدی را از نقاط مرزی، همواره این شهدا هستند برای حفظ این انقلاب و این نظام و این ارزش‌ها. ما وظیفمون اینه، قبل از دعای کمل عرض میکنم، این که در روایات داره من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، یعنی چه؟ هر کس بر حب اهل بیت بمیرد شهید مرده. ببینید اون کسی که تو سنگر بود و تو جبهه چند تا کار میکرد، یک، اینقدر جنگ میکرد تا پیروز میشد، دو، اینقدر نبرد میکرد تا به شهادت میرسید، سه، اینقدر نبرد میکرد تا اسیرش میکردن. اما یه کار تو فرهنگ و قاموسش نبود، اون که وقتی حمله میکنن دستشو به علامت تسلیم بلند کنه، بگه ما اهل جنگ نیستیم، خودشو تسلیم کنه. بچه های ما تو جنگ تسلیم دشمن نشدن. این قبوله؟ انسانی که در سنگر دین مداری و دفاع از ارزش های دین و انقلاب است، باید تا وقتی که تو سنگر هست تمام تلاشش رو بگذاره، اون چه که جلوه محبت و حب انجام بده، اون چه تکلیفش انجام بده. اگر تو بستر هم جان به جان آفرین تسلیم کرد، مات شهیدا، تو هر هنگامو تو هر حالتی مات شهیدا. چرا؟ چون تا وقتی تو سنگر بود تسلیم یک دشمن نشد، دو، تسلیم هوای نفس و دشمن درون نشد. در درون امیر نفس بود و در بیرون انسان مقتدر با عزت و در سنگر دین مداری و استکبار ستیزی بود. امام همینو به ما آموختن. امام دو تا نکته اساسی و محوری به همه ما به عنوان معلم انقلاب اسلامی آموختن: یک، اتکال به خدا، دو، اعتماد به نفس. ما می توانیم با اتکال به خدا بر تمام موانعی که دشمن ایجاد میکنه پیروز شویم. اینو امام به ما یاد دادن، هر جا به دستور و به فرمان ایشون و به فرمان نایب بر حق ایشون مقام معظم رهبری عمل کردیم، نتیجه پیروزیاش هم دیدیم. هر جا که ازش
بوی نوعی سهلنگاری، تسامح، سازش، خدای نکرده بی توجهی به تکلیف شد، ما همونجا نقطه ضرر و خسارتمون بود. و بعد هم عالم یک سنت هایی داره، یک قوانینی داره. ما وحدت داشته باشیم ما پیروزیم، دشمن متحد باشه او دنبال میکنه کار رو. اینا قوانین این عالم هستش. لذا حرکت ما شب جمعه در کنار مسجع نورانی حضرت رضا علیه السلام، بدانیم اون چه امام به ما آموختند، اتکال به خدا و اعتماد به نفس، راه برون رفت ما از موانع تحریم و تهدید دشمن، فقط این در دستان توانای ملت مسلمان ایران است، نه در دستان دشمنان ما. راهش فقط همینه که خود ملت، خود دولت مردان تو میدان کار کنن. اونا گرهی از کار کسی حل تو عالم تا حالا نکردن. یعنی امریکایی‌ها، دشمنان تا حالا گره از کار هیچ ملتی باز نکردن تو عالم. هیچ. دنبال منافع خودشونن. قبلا نمیگفتن، الان دارن به زبون میارن، میگن ما دنبال منافع خودمونیم. تو عراق چیکار میکنید؟ میگن منافع خودمون. تو افغانستان چیکار میکنید؟ میگن منافع خودمون. تو ایران دنبال چی هستید؟ میگن منافع خودمون. به زبون میارن دیگه. چی میخواد بکنن؟ ما رفع مشکلاتمون در دست ملت توانای ایران است که رهبری به همه ما آموختن ما میتوانیم. اما اگر بچه ها تو جبهه پیروز شدن دو کار میکردن. یک، شبانگاهان سر به سجده میساییدن، در خونه خدا یارب یارب میکردن، روزها مانند یک شیر در عرصه جهاد حضور داشتن. یعنی اون توانمندی روز را شبانگاهان و سحرگاهان از خدا می گرفتند. ولذا ما هم امشب در کنار مسجع نورانی حضرت رضا می خواهیم کمیل ابن زیاد نخعی که از امیر المؤمنین آموخت به ما یاد داد اینگونه با خدا نجوا کنید، اینگونه با خدا مناجات کنیم، امشب ما می خواهیم در خونه خدا بریم و عرض بکنیم که خدایا ما رو مورد رحمت و مغفرتت قرار بده. حسین جان، شب جمعه است، شب زیارتی شماست. زهیر عثمانی که حسینی هم نبود، زهیر فراری بود، میخواست خرگاه و خیمش رو یه جا بنا کنه که اصلا روش روی ابی عبدالله نیفته. اما وقتی رسول ابی عبدالله اومد جلوی خیمه زهیر صدا داد، زهیر، این خانوم و همسر زهیر اومد گفت زهیر در خیمه تو رو کار دارن. گفت همه که تو خیمه، کیه در خیمه؟ گفتن رسول ابی عبدالله اومده در خیمه. گفت آخر من که، خانومش گفت خجالت نمیکشی؟ تردید میکنی؟ حسین دنبالت آدم فرستاده، پاشو از جات. از جاش حرکت کرد، این گامه ها رو آهسته آهسته و با تردید برمیداشت تا وارد خیمه ابی عبدالله شد. من نمیدونم اینجا امام حسین با دل زهیر چه کار کرد، نمیدونم. اما این رو میدونم، وقتی این پرده خیمه ابی عبدالله بالا رفت، زهیر از خیمه ابی عبدالله بیرون اومد، دیدن این پاها رو خیلی محکم برمیداره. اومد غلاما، کنیزا، بچه ها، همه رو جمع کرد، گفت همه تون آزادید، دیگه برید. کجا آخه؟ تو رفتی و اومدی، چه اتفاقی افتاد؟ گفت دیگه من از امروز زهیر عثمانی نیستم، زهیر حسینیم. و نه، من از امروز دیگه زهیر نیستم، حسینم. از امروز من زهیر نیستم. همین زهیر شب عاشورا وقتی که ابی عبدالله فرمودن اینا با من کار دارن، شما میخواید برید، برید. زهیر بلند شد گفت آقا ما بریم جواب پیغمبر رو چی بدیم؟ جواب حضرت زهرا رو چی بدیم؟ اگر هزار بار کشته بشیم، خاکستر بشیم، باز هم در رکاب تو جان خواهیم داد. من میخوام بگم حسین جان، این مردم امشب اومدن با یک امیدی، با امید عفو و رحمت و بخشش، با امید یک عنایتی، یک گوشه چشمی. ناامید نکن حسین جان، تو که به حر ابن یزید ریاحی وقتی آمد نزد تو این سرشو پایین انداخته بود، فرمودی ارفع رأسک، سر تو بالا بگیر، هر
گو آقا من خجالت میکشم و آب رو بستم، جنایت کردم، به زن و بچه شما ظلم کردم، چگونه سرمو بالا بگیرم؟ اما حسین فرمود ارفع رأسک، سر تو بالا بگیر، کسی که آمد در راه خدا سر بلنده، دیگه سر به زیر نیست. تو آمدی طرف خدا، آمدی توبه کردی، استغفار کردی. حسین جان یه عنایتی هم امشب به جمع ما کن، یه لطف و کرامتی هم بکن به حق زینب کبرایت. او زینبی که اومد کنار بدن ابی عبدالله فریاد زد انت اخی حسین، تو برادر زینبی؟ اون زینبی که رفت رو تل زینبیه، ای دستاشو گذاش رو سر، صلا علیک ملیک السما هذا حسین که مرملون به دما مقتوعت الاعضا. زینبی که 4 سال سن بیشتر نداشت، از مادر آموخت. اون وقتی که در رو به پهلوی مادرش زدند، دید مادر در سختی ها پیغمبر رو صدا کرد، گفت یا ابتا یا رسول الله. زینب آموخت تو سختی باید بره در خونه پیغمبر، این دستاش رو سرش گذاشت، فریاد زد صلا علیک ملیک السما هذا حسین که مرملون به دما. یه کار دیگه هم زینب کرد، عرض آخرم التماس دعا از همه شما، اومد کنار بدن ابی عبدالله، این دستاشو برد زیر بدن مطهر، این سر به طرف آسمان، الهی تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی رو از ما بپذیر. و على ظالمی آل محمد لعنت الله الى یوم القیامه. با این دل شکسته میخوام یک دعا یا دو دعا از محضر مقدستون. خدایا اگر گناهی کردیم که اون موجب این شده که باران رحمت تو بر این کشور، بر این سرزمین ما کم کنی، الحمدلله امروز به برکت دعای شما یه نمنمی داشتیم تو بعضی از نقاط کشور، ولی میخوام یه دعایی با این دل شکسته بازم بکنید، خیلی نیاز داریم. خدایا به حق خودت گناهان ما رو ببخش و بیامرز، باران رحمتت را بیش از پیش بر این کشور و این مملکت نازل فرما. مردم ما، جوانهای ما، رهبر معظم انقلاب ما، نظام مقدس ما، تمام مجاهدان راه خدا در سراسر عالم، در پرتوی انوار طیبه ائمه اطهار، همه رو محافظت بفرما. قلب مقدس ولیت امام عصر و از همه ما شادمان بفرما. رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الصلوات.